خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. این هفته از خداحافظی ایران با جام جهانی خواهیم گفت تا اعتصاب در بازارهای ایران و البته احتمال استعفا یا که برکناری یا کنارگیری رئیس جمهور و ردش. سلام آقای بهنوت، عجب هفته بود. فشار به دولت همه جوره بود و نکته عجیب این که علارغم این که در اعتراضات دیما همه میگفتن اعتراض حق مردمه، در این نوبت از اعتصابات بازار تقریبا تمام سران حکومت یک صدا موافق برخورد شدید و حتی اعدام کسانی بودن که باعث این آشفت بازار شده. بله، البته اعدام و اینا طبیعتاً سهم نشریات تندرو و جنای تندرو بود. جنای میانه رو صحبت از اعدام و سختگیری اونطوری نمی‌کردن. اما شما درست میگید، بیشتر گزارش‌ها نشون میدادش که اون چیزی که اتفاق افتاده ورای این که آدم ها متعرض، لازم نیست کسی چیزی بگه، که بالاخره این وضعی که عرض پیدا کرده، این وضعی که گرونی ها مداوم پشت سر هم سکه پیدا کرده، اینا خب به حال مردم معترضن و اگرم بیان اعتراض کنن حقشونه. بله. ولی همه میگن یه شواهدی داشتیم برای اینکه کسانی تو صحنه بودن که اونا جز اون کسایی که فریاد میزنن نبودن. یه فیلمایی هم وجود داره از هر دو سو، یعنی فیلمای دیدین حتما شما، که هم فیلمایی وجود داره که ظاهرا آدمایی که مأمور هستن دارن شیشه میشکنن، ماموران امنیتی که حمله میکنن به ماشین های مردم، موتورسیکلت ها، شیشه های خونه ها. وجود داره که یک کسی، یک گروه میان و به زور میخوان مغازه‌هایی که بازه ببندن. که البته در طول تاریخ کسایی که تاریخ خوندن و به تاریخ اعتراضای مدنی رو میدونن که این سابقه داره، یعنی اصولا در مثلا اعتراضای جمعی و بسنشینی هم که در دوره مشروطیت اتفاق میافتاد اینطوری بود که یک گروهی می اومدن بقیه رو مجبور میکردن که به اصطلاح دیگه احتیاط نکنن و محافظ‌کاری نکنن و بقیه بپیوندن. ولی این وسط عجیب در این خبر میدونید چی بود؟ اون خبری که گفتن یک نفر 38,250 سکه خریده. خب ما در زندگیمون همون 250 تا چیه 50 تا شام ندیدیم. این سرگردونی این که میگن راجع به دولت و نوع برخوردش مسائل اقتصادی، یکیش همینجا خودش نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه اینا موقعی که تصویب کردن که سکه ارزان‌تر رو بریزند به بازار، این رو پیشبینی نکردند که بگن محدود باشه. بله. یعنی به یه نفر مثلا بیشتر از انقدر ندین. چرا نکردن؟ به خاطر اینکه گروه کثیری هستن که معتقدن انقدر به بازار دستکاری نکنید، به دولت چه مربوطه، بذاریم بره بازار خودش تعیین کنه. در نتیجه الان همین عملی که شما میگین هیچ کاری با این آدمی که این کار کرده 31 ساله نمیشه کرد، چون قانوناً هیچ کاری خلاف قانونی قانوناً انجام نداده. بله، خب میگن برخورد میکنیم باهاشون. بله، حالا برخوردی بس دیگه ایست، همقدر که افشا بکنن اسمشون به میان بیادش و اینا، سر چیزم سر موبایل هم یه همچین حادثه. بله. اتفاق افتاده، همقدر که اسمشون اینا میادش خب بالاخره مجازاته. بله. ولی اگر میخوایم که به حال قوه قضاییه بیاد مجازات کنه، باید براش قانون یا آیین‌نامه مشخصی وجود. بله. داشته باشه. بریم روزنامه همشهری رو ببینیم از اول هفته. خب روی همه حوادثی که شما برشمردید درست هم بود، این فوتبال همینطور در طول هفته اومد و هنوز بحث و گفتگوش حتی بیرون از مرزهای ایران ادامه داره. یعنی هنوز حتی دیشب هم من توی یکی از تلویزیون توی فرانسه می‌دیدم یه میزگردی بود برای بررسی این پدیده جدید، یعنی فوتبال ایران و دروازه‌بان ایران و بیرانوند دروازه‌بان و اصولا کسی که بتونه پنالتی رونالدو رو بگیره. آره، و داور. بله. یعنی این دفعه این که داور ضعیفی بوده فقط حرف ما نیست. چهار بار اون فیلمو دید که یه کارت زرد. آره، خیلی حوادث مختلف. به حال همشری یه زاویه دیگر داره میبینه. این که اینا یک گام برداشتن و به حال خانواده‌ها رفتن توی استادیوم آزادی، همه احساسشون اینه که یه گام دیگه بعدیش آزاد شدن ورود خانماست به استادیوم در موقع که ورزش است. این دفعه تلویزیون بوده، فقط یه مانیتور بوده، ولی اینقدر که از مانیتور استقبال شده بعدم حادثه هم اتفاق نیفتاده. اونایی هم که معترضن میگن اخلاق و این حرفا، حالا حتی بهانه دست اونها هم داده نشدهش. ولی دادستان کل کشور گفت شرمم میاد از فیلمایی که دیدم. کیهانم، یعنی
بله دیگه، اونا خب کار خودشونو میکنن. بله، ولی اصولا مقصد این هستش که از اون طرف هم روزنامه‌های مثل همشهری، روزنامه‌های نزدیکی به دولت و اینا هستند که میگن آزادی آزادی میماند. نکته هم شاید بد نباشه اینجا یادآوری بکنیم که در زمانی که همه مشغول بازی دیدن بازی ایران و پرتغال بودن، گروهی به گفته خانواده 20 نفر حمله کردن به خونه کابوس سید امامی و یک سری وسایل بردن و گفتن میخوان مستندی درست کنن، که خب اینم خیلی عجیب بود که همه مشغول دیدن بازی هن و چرا باید یک چنین اتفاق بیفته و تو خونه ای که یک زنی تنها هست. این البته هر زمان اتفاق میافتاد، عمل خیلی عجیبی بود. بریم روزنامه بعدی اعتماد. این صحبت آقای ظریف، فارغ از اینکه حالا این صحبت ابعادش چی بوده و چه جوری بوده، به هر حال واکنشش خیلی زیاد بود. آقای ظریف اومد با صراحت گفت که هدف ایرانه، نه نظام یا روحانی. خب حالا این یه برداشت نوع حکومتی است، اینم از یه زاویه ایش. به همین جهت هم جناح اصولگرا پذیرفتتش و تعریفش کرده و گفتن که خب خوبه و اینا، ولی جناح این طرف هم یه حرفایی راجبش داره که بزنه. بریم روزنامه جوان، ولی همزمان بگیم که در هر صورت گروهی هم در مجلس در حال نامه جمع کردن برای استیضاح دولت و انتخابات زودهنگام و اینا بودن. بیشتر به طرف اقتصاد. بله. و اینجا در جوان که روز آخر خدا قوت داره به صلاح داره گزارش مسابقه آخر میده، چاپ دومش هم هست. بله. این آخرین بازیه که وقتیست که گل زدیم ما پنالتی رو، و علاوه بر این آقای گنجی توی سرمقاله به همین موضوعی که عرض کردم پرداخته، یعنی میگه که این صحبت ها رو باید جدی گرفت، صحبت هایی که در اتاق بازرگانی گفت آقای ظریف، و بعد از اون اون وقت بر میگرده به این که چرا اینطوره، یعنی چرا اونها میخوان ایران رو به اصطلاح ایران کنند، به خاطر اینکه یه مفهوم تمدنی و یه تمایز وجود داره، ایران با یه دشمن قلدری روبروست که قدمت مدنیتش به 350 سال نرسیده و شبیه این. و ادامه میده میره، شاید همه با مقاله آقای گنجی موافق نباشند و با برداشتی که روزنامه نزدیک به سپاسدارا میده، ولی به طور کلی این پشتش یه خبری مستطره که معمولا این پنهان میمون، و اون این که تحریما در پیشه و تحریما سخته و اوضاع سختی برای کشور در پیشه. یه نکته جالب دیگه هم این جمله آقای گنجی بود که فکر کنم شاید اولین بار باشه که اینقدر به پشتبانی از آقای ظریف بر بیاد و بگه که ایشون دیپلماته و خیلی خوب دنیا رو میشناسه، در حالی که بارها خب عکسش رو گفتن. بریم روزنامه خریدار. آره خریدار ما فکر ندیده بودیم، دفعه اول داریم میبینیم، البته حالا اینطوری جدید نیستش، ولی به حال جزء روزنامه های همین دوره آقای روحانی است که اومده. صفحه اولش داری میبینی که روی اجتماعیات تاکید میکنه، به همین جهت هم گزارش که آثار کیانی نوشته دوباره برمیگردیم که گزارش ورزشگاه است، سوتیتش هم این زده خوبه دیگه، میگه ورزشگاه که سابقه نداشته ظاهرم بره، بلد نبوده بره استادیوم و فوتبال، مثل پناه خودمونه، مثل پناه مسافر اشتباهی جام جهانی، تجربه جدید و هیجان انگیز بود. با این شروع میکنه، بعد میرسه به اونجا که یهو منقلب شدم وقتی که یه همچین چیزی رو دیدم، و نتیجه میگیره که در اون وضعیتی که ما اونجا بودیم امن‌ترین جای تهران اونجا بود، استادیوم آزادی بود. آره، یعنی جواب داره میده به کسایی که خیلی نگرانن که حالا خانم‌ها توی استادیوم برن چه میشه و اینا، میگفتش نه یه محیط خیلی امن و معمولی بودش و هیچ چیزی هم دیده نشد، و این گم شده در سوسوی نورافکن‌های خیلی بزرگ، میگه حالا این لذت کشف نشده زندگی هم اتفاق افتاد. روزنامه شهروند. روزنامه شهروند دوباره شکلشو در عرض 10 روز لوگوشو عوض کرد، می‌بینید؟ قدر صفحه شلوغی. بعد شکل صفحه هم رنگیش برداشته شد، برگشت که خب به خاطر صرفه‌جویی اینطور که توضیح دادن، به خاطر شماره قبلش مدیر انجمن اومد یه توضیح خیلی مؤدب و واقع‌گرانه‌ای داد راجع به اینکه بالاخره مسائل مثل کاغذ و اینا جدی وجود داره و بنابراین ناچاریم بخشش رو از مردم بگیریم، بنابراین روزنامه مردمی تر شده است به این دلیل.
اتفاقا بیان مؤدب موضوع بود. توی اون بالا دارید حرف آقای رئیس جمهور میبینین که در جمع مدیران کشور گفت که من استعفا نمیدم، کنار نمیرم، دیروز به 24 میلیون نفر متکی بودم، امروز به 81 میلیون. در حقیقت این یک برداشت از طرف آقای روحانی در جواب کسانی که بیشتر مثل آقای رحیم صفوی و اینا بودن، یعنی کسایی بودن که توی جنای تندرو تعریف میشدن، که اونا حرف استعفای او رو در پیش کشیدن، حرف این که انگار مملکت بدون دولت بهتر اداره میشه، داره جواب اونا میده. بریم برگزیده ها رو ببینیم، ببخشید بریم سراغ کارتون ها که اونها هم خیلی متاثر بود از جام جهانی و اتفاقات. البته نگاهی هم فقط فوتبال نیست، اگه تو کنه این کارتون ها بریم اعصاب مردم اعصاب هم ملزم کنیم، کامبیز دارم بخش کشیده اعصاب داره امتحان پس میده، توش توپ فوتبال داد بالا. بعدی از محمد طهانی هست. اون چهره بیرانوند رو موقعی که گرفت در حقیقت توپ رونالدو رو، شوت رونالدو رو که خوبم زده بود پنالتیش رو، اون رو نشانه غرور میدونه، در این حال این فشار فقر رو هم میبینه. شاید این هم اشاره باشه به زندگی خود دروازه‌بان که در واقع زندگی سختی داشته. بله، حالا اصولا داره فقر رو نگاه میکنه دیگه، بچه‌ای که میره رفتگری میکنه یا پلاستیک جمع میکنه برای اینکه بیاره بده به مادرش، و اون حالت که شبیه به اون حالت غیرته، و اینجا هم این روی دلارها خوابیده، مرفهان بی درد هستن که رفته رو دلار خوابیده راحت و غارته. ما اینجا یه دوره‌ای داریم به نام Writing to Picture که در واقع آموزش میده که چطوری برای تصویر بنویسیم، و میگه که وقتی که تصویر یه چیزی رو میگه دیگه بهتره که از کلمات استفاده نکنیم. به نظر من شاید اگر این غرور و غیرت و غارت رو هم نمیدیدیم، یعنی تصویر به اندازه کافی، من شما ناچار بودیم بگیم اون جلو ما رو گرفته، داره قشنگ نشون میده دیگه. کار بعدی از ناهید زمانی هست. بله، باز بیرانونده، باز بیرانونده. بله، خیلی ها میگن که به حال کار مهم جام جهانی همین بله پنالتی سیف شده. دو تا تصویر قشنگ داشت بازی ایران، یکی اون صحنه که توپو گرفت بغلش، یکی هم تو بازی ایران اسپانیا وقتی همه بازیکن‌ها افتادن روی اون توپ، قشنگ بود. خب میرشاه ولد، جا ولد اون شب معروفی رو میگه که اینا ریختن ایرانی های غیرتمند در اونجا سرسا کردن به امید این که اون نخوابه، صبح خسته باشه. اون که نمیفهمید که اینا برای چی اومدن، فکر کرد که مثل بقیه جای دنیا که میره همه میان شادمانی میکنند، و اومدن برای ابراز احساسات او، بنابراین هم یک پیغام میفرسته که بذارید من بخوابم. آره، فکر فنا اومدن. حالا میشه ولد میگه که اون بالا گفته بگین چی نوشته شما، میگه که والا با این وضع دلار دلار و سکتون من خودم خوابم نمیبره، خیالتون راحت. آره، حتی این کاری هم که کردن خب خیلی انتقادهای زیادی بهش شد، ولی گویا بار اول نبوده، قبلا هم پیش اومده بوده، پیش میومده، همیشه پیش میومده. نه از طرف ایران، از طرف کشورهای دیگه. نه، من یادم میادش که در سالهای خیلی دور، 40 سال پیش، یادم نیست کدوم یکی از جام جهانی بود، من تصادفا در روم بودم و ایتالیا بازی میکرد. ایتالیایی‌ها که اصلا تا آخرش رفته بودن، یعنی هر کاری میتونستن کرده بودن. من والا وقتی ایتالیا در جام جهانی قهرمان شد اونجا بودم، اصلا نمیتونم بگم که تا صبح چه ها به این فرانسوی‌های بیچاره گفتن. بگذاریم بریم برگزیده ها رو ببینیم. خراسان که 70 ساله شد و ببینید به این ترتیب اگر که این رو قبول بکنیم که به حال باید قبول بکنیم اگر هم حتی دلمون نخواد، خراسان که البته الان روزنامه سراسری است ولی همیشه عمرش سراسری نبوده، سومین روزنامه کشور میشه و اولین روزنامه میشه که مسقط و رأسش تو یک استان دیگه غیر از تهرانه، و این اعتباری است برای خراسان. اما در سرمقاله‌ای که آقای عربی سردبیر نوشته اشاره کرده به این که اگه ما بخوایم یه ذره تسامح به خرج بدیم، شاید بتونیم به یاد بیاریم که خراسان از 1297، یعنی اصلا از قبل از کودتای سوم اسفند و اومدن رضا شاه، از اونجا شروع شده و بنابراین عمرش میره به 100 خورده ای سال. موافق نیستم خیلی با این حرف، به خاطر اینکه
حالا دیگه این دفعه ایشون اشارهش به اسمه، یعنی اون خراسانی که وجود داشته که مربوط است به سالهای قبل از رضا شاه، اون این خراسانی نبوده که بعدن بوده که اینها جانشین او هستند. اما همینقدر گفته باشم که خراسان سابقه خیلی خوبی داره و همین که یه روزنامه 70 ساله میشه در ایران بالاخره خبر خوبیه. بعدم اینقدر بالوپر گرفته، الان تقسیم شده، شعبات بسیار داره، زعیمه داره، اینا همه خیلی خوبه. غیر از این که یه کسایی مثل آقای باستانی پاریزی، مثل خودمروز خسرو شاهانی، طنزنویس برجسته ایران، اخوان ثالث شاعر درجه یک، اینا همه اولین کارشون تو خراسان بوده. بریم مجله ها اولی داستان هست. خب قبل از اینکه بریم داستان، شما میخواین بگین یا من بگم داستان چطوری؟ شهر همشهری بالا یه خبری ایلنا داده بود مبنی بر اینکه گویا عده‌ای در واقع جلوی دفتر مدیر عامل همشهری تحصن کرده بودن و میگفتن که 3 ماه گویا حقوق نگرفتن و خبر از این بود که هفته نامه های همشهری گویا یه مدتی دیگه در نمیاد و گفتن مجلات یعنی ماهنامه هاش هم احتمال داره که دیگه آخریاش تیر ماه باشه. آیا چیزی در ببینید اصولا این بحث که در مورد شهروند داشتیم چند پیش، این بحثی بحث کلیتی است که الان مطبوعات هم دامنش گرفته شده، فقط هم مطبوعات نیست، کتاب هم گرفته شد و جای مختلف. این هم از اونجایی میادش که داریم میگیم که این دوره های همشهری بازی و فک و فامیل بازی و اینا که در دوره های مختلفی اتفاق افتاده، اینا رو اگه بخوایم لاغر کنیم، یعنی اگه 30,000 نفری که به کارکنان شهرداری تهران اضافه شده در دوره های مختلف، آقای قالیباف، آقای احمدی نژاد، اگر اینها رو بخوایم بگیم که دیگه اینا به عهده دیگه حقوقشون به عهده مردم شهر تهران که به طور کلی هم بدهکار هستن نیست، اون وقت یه حرکاتی رو باید شروع کنیم کردن. ظاهرا یه همچین حرکاتی رسیده، پاش رسیده به همشهری. همشهری همیشه به عنوان تشکیلات بسیار پولدار معروف بوده و همیشه کسایی که توش کار میکردن به طور نسبی بهشون رسیدگی میشده. برای که آگهی‌های زیادی آره، منتها توجه داشته باشیم که این آگهی‌ها مال روزنامه است. و بنابراین یعنی مجلات ربطی به هفته نامه ها و ماهنامه ها نداره. حالا اگر که کسی آمده باشد در هر جای شهر و گفته باشد که این شهرداری باید کار خودشو بکنه، اگر که شهردار قبلی به یه دلیلی رفته به یه سازمانی یا به جایی چیز کرده، یا نشریه مثلا موتور در آورده که اصلا شهرداری بهتر نشریه ماشین در نیاره مثلا عرض میکنم، یا نشریه ورزشی وقتی این نشریه هست و با این دید رفته باشه گفته باشه هر کدومشون خرج خودشون در نمیارن، نه، این پایه کاره. ولی اینکه آیا درست اجرا شده، آیا آدم‌ها رنجیده شدن، رنجیدنشون درسته یا نه، آدمایی که اونجا بودن همشون جزء آدمایی هستن که بیکار به حساب میان یا نه، اینا همه بحثایی است که در نتیجه داستانی که میگید شما خوب اشاره کردید، همین اول خوبه که گفته باشیم داستان یکی از نشریاتی است که واقعا نشریه خوبی بوده، یکی از واقعا بهترین بوده. نمیتونم ادعا کنم توی 2 سالی که بنیانگذارش این خانم ماشی‌زاده نیستش به همون خوبی دوره اولیه و بنیانگذاریش بوده است که نمیتونم ادعا کنم، ولی به هر حال سردبیر جدید و اصلا گروه اونا گروه خیلی خوبی هستن که موندن، مشاورای خوبی دارن، آدمای خوبی توشون کار میکنن و حاصل کارش نا خوبه. این دفعه سردبیر در مقدمه به یه موضوع اشاره کرده که شاید ما کمتر اشاره کرده باشیم، میگه توجه دارین که اول تیر بر خلاف شب یلداست، یعنی کوتاه‌ترین شب ساله. بله، از این استفاده کرده. خب ذهن قصه نویسه که همچی کاری میتونه بکنه. میگه به همین جهت هم توجه کردیم به قصه های کوتاه کوتاه، مثل شب اول تیر کوتاه. چه جالب. آره، برخلاف یلدا که شب بلنده، حالا بیایم اینجا کوتاهه، بنابراین قصه رو باید کوتاه کنیم و بنابراین چند تا قصه خیلی خوبه، قصه های مینیمالی پیدا کرد. آره، مینیمالی پیدا کرد. فریبا وفی که بسیار نویسنده خوبی است، او هم وارد این صحنه شده. می‌ذارین اولش براتون بخونم. دو قلوهاست اسم قصه خیلی کوتاهش. دو قلوها با 12 سال تأخیر در رحم شلوغ کردند، مدام می‌جنبید، جایشون تنگه، پوست شکم ترک خورده، پیرنشو بالا میزنه و با لذت به پوست نازک شدهش نگاه میکنه. مهم نیست رد این ترک ها برای همیشه بمونه یا نه، این خطا مهمترین علامت های نقشه جغرافیایی بدنش هستن. دستش روی شکمش میکشه، نافش در جای همیشگیش نیست، در بلندی قرار داره.
در بالای اون کره گوشتی که حالا مثل زمین گرمه و زیر انگشتاش میچرخه، هر روز شکمش رو وارسی میکنه، چند ماه شکمش شده مرکز جهان با این شروع کرده. امیدوارم که این صرف جویا و به حال هرچی اسمش هست، نظم هرچی که هست، اینا که گفتین که خوب بود، آره. اینشالا که این کیفیت بمونه و آره. واقعا بمونه و بتونه خودش رو اداره کنه و از این بلیات عبور کنه. مجله شبکه آفتاب که خوب. این مجله خوبیه بسیار. واقعا من تصور این که مثلا چه تیترای قشنگی، تمنای آب از دشت‌های تشنه ایران. کار خیلی خوبی انجام میدن همشون دست جمعی، از خود آقای حبیب نیا سردبیر، امیر حسین رسائل جانشین سردبیر، معاون سردبیر، ایمان بادنات و همشون گزارش نویسای خوب، عکسای خیلی خوب. این اصلا شروع که کردین صحبت از عباس عطاره، این عکس خود عباس عطار است که عکاس معروف فوت شده به یاد او، این هم یکی از عکسای عطاره که اتفاقا راجع به همین موضوعی است که زنی در طوفان شن که اینو در روستای سناگوسین گرفته مکزیک در 1985. اما خود مسئله که وارد میشیم، اولش ایمان پاکنهاد دبیر همین بخش است در مجله، دو تا روایت داده از یه روستای نزدیک زابل به اسم ملادادی. یکیش سال 92 که رفته بود اول بار اونجا، اون روز باد می اومد، یک روز از 120 روز سال که بادها بر زمین و زمان سیستان سلطنت می کنند و حریف می طلبند، حریف مردم تشنه سیستانند با زورقهای واژگون که سالهاست رنگ آب به خود ندیدند. با این مقدمه شروع میکنه، گزارش میده از اهالی اونجا که خودش وحشتناکه. حالا در سال 97 یعنی 5 سال بعد دوباره میره به اونجا، ماشین به روستا رسید، هم همه ای شد، آفتاب صاف بر ده میتابید، بوی روستا نمی آمد، همه جمع شدن در اولین خیابون ده که پر از خاک و شن بود، زمین، دیوارها، در، پنجره، همه جا شن. و بعد با اینا صحبت میکنه، همه صحبت از این است که جوونا رفتن. همون سال 92 هم یه سری خونه ها وحشتناکه، همون هم وحشت چه برسه که حالا که دیگه اصلا راه افتادن، همگی رفتن و روزگاره. و این وسط ها یه سیل هم اومده، یعنی دوتا چیز مقایره، در اینا آب ندارن بخورن، اون هم اومده. اما توییتی من دیدم که یه نفر فکر کنم مال بلوچستان بود داشت که شاید باورتون نشه که بگم از روستای ما برای یک گرفتن یه دوش 90 کیلومتر باید برن. وحشتناکه. حالا با مزه اینی که شیده لالمی یه گزارشی داره که کنتر نقطه مقابل گزارش ایمان پاکنهاد، این دفعه منجیل، یعنی حالا از جای خشک شده یه نزدیک زابل که دیگه ایرمندی وجود نداره بریم به شمال کنار سپیدرود. حالا این گزارش منجیل، شهری با اقلیم منحصر به فرد، حالا وقتی که میرین این رفتگره رو دنبال میکنید که از سیستان ول کرده اومده، یکی از اونهاییست که از سیستان خیلی هاشون رفتن گرگان، سمنان، همه شهر رو امتحان کردن، یعنی به همدیگه خبر میدن که مثلا بیرجند دیگه نرو چون کار نیست. بله. اونجا برو هست. غیر از اینکه شبکه آفتاب مثل همیشه در تئاتر نمایش پرونده جالبی هم داره در مورد اسلام و جاز، موسیقی جاز. بله. خوندنی خیلی فستیوال موسیقی به نام جاز در رمضان در استانبول توضیح میده که در واقع نویسنده همین باعث شده که رفته ریشه موسیقی جاز رو در اسلام در آورده، که جالب. هانی انصاری. بله، هانی انصاری کشید. میبینید که این مادر و پسر، مادر و دختر بخشید، مادر و دختر دارن میرن، هر دوتاشون یه چیز تو فکرشون، اون یه قیفی داره که شاید صاف کنه، اینم به جای کیف که همراه خانم ها هست یه دونه دبه آب داره و در آرزوش آب زلال هست. نکته آخرم بگین برام. آرزو درزی با عنوان آنچه ژاپنی ها باید از ما بیاموزند میگه، در خبرهای هفته گذشته اومده بود که مرد 64 ساله ژاپنی که چند باری برای رفتن به نهار محل کارش رو 3 دقیقه زودتر ترک کرده بود جریمه شد. پس از این اتفاق رؤسای این شرکت هم طی نشستی از مشتریان خود به خاطر این آبروریزی عذرخواهی کردن. ما واقعا نمیفهمیم ژاپنی‌ها چرا اینقدر زندگی رو جدی گرفتن، یه جوری کار میکنن از دقیقه ها بهره میگیرن که انگار نه انگار عاقبت هممون خاک میشویم.
علاوه بر این مطمئنن اگه میدونستن که همین ساعت نهار و دور هم بودن چقدر به ایجاد صمیمیت بین کارمندان کمک میکنه، نه تنها جریمه نمیکردن بلکه وقتش هم بیشتر میکردن. تازه نهار که چیزی نیست، نمیدونن صبحونه خوردن کارمندان با هم دیگه چه تأثیر شگرفی در روحیه کارکنان داره. سازمانی رو تصور کنید که کارمندی ساعت 10 صبح در حالی که دو تا نون بربری داغ در دست داره وارد میشه و در حالی که همه با خوشوبش و ترجیحاً کلکل فوتبالی استقبال میکنن پشت میز میشینه، سر را پنیر رو هم از یخچال آورده، بقیه همکاران رو دعوت میکنه دور هم صبحونه بخورن. حالا خودتون قضاوت کنید روحیه کارمندان در این سازمان بالاتره یا سازمانی که کارمند چه به خاطر چند دقیقه زودتر جریمه میکنه. ممنون آقای بهنود، همینطور ممنونیم از شما که نظراتتون رو با ما در میون میگذاریم. باز هم منتظر سوالات انتقادات شما درباره برنامه‌های تلویزیون، رادیو و سایت هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا در تلگرام ما با آدرس @bbc شما نظراتتون رو با ما در تماس در میون بذارید و از هشتگ دیدبان استفاده کنید. تمام راه تماس رو هم دارید میبینید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا از شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.